رادیو همراه بفرمایید. سلام. سلام. من در حقیقت زنگ زدم با آقای دکتر فولادی صحبت کنم درباره مشکلی که با پدرم پیش اومده که درباره در حقیقت جنسیت هستش. درباره تغییر جنسیت هست یا درباره موضوع جنسیت؟ در حقیقت اتفاقی پیش اومده تغییر جنسیت نیستش. اتفاقی پیش اومده من یه مدت در حقیقت رفته بودم دورم و خب زندگی دورم رو تجربه کردم و در کنارش یه جورایی احساس نزدیکتری پیدا کردم به رومیتم. خب آیا این احساس فقط به دلایل فیزیکی و جنسیه یا شما فکر میکنید همجنسگرا هستید، گی هستید؟ احساس علاقه مندی دارم در حقیقت. نه خواهی متفاوت و عزیز. ببینید اینکه شما بگید من گی هستم یا لزبیانم بر اساس آنچه که امروز میشناسیم و تقریبا همه متخصصین قبول دارن عادی طبیعی آدم ها سه جور متولد میشن، زنن، مردند و همجنسگرا، و بنابراین کارش هم نمیشه کرد اونو بر پذیرفت. ولی اینکه یه دختری بخواد با یه دختر رابطه جنسی داشته باشه از او خوشش بیاد یا یه پسری از یه پسری یا مردی خوشش بیاد، اسم این ماجرای گی نیست، اسم این انحراف جنسیه. بله، ولی در حقیقت من در حقیقت مشکل اصلی که دارم با پدرم هستش که در این رابطه هست. آخه من اول بذارید من شما با اون مسئله اونو حل کنیم، من برگردم به شما بگم که من مثلا شیر یا آب میخورم، یکی دیگه باید بگه من مشروب میخورم. اول ما میپذیریم که مشروبه کار درستی نیست. حالا اختلاف با پدر دارید، اگر پدر شما درباره خوردن شیر یا آب مسئله داره یا مشروب، خیلی متفاوته. اول میخوام شما اینو بدونید، این چیزی که شما دارید به من میگید چون هم جنس گرایی نیست، از نظر علمی و روانی انحراف جنسیه. یعنی شما باید یه مشکل روانی دارید، یه پسری هستید که میخواید با یه پسر دیگه رابطه فیزیکی و جنسی داشته باشید، یا یه دختری هستید که با یه دختر دیگه میخواید رابطه فیزیکی و جنسی داشته باشید. این اول روشن کنید، حالا اگر اینو بحثی راجبش نداریم بریم سراغ پدرتون. تو اگه راستش رو بخوای، من یه مدت موقعی که در حقیقت یعنی پدرم فهمیدم، پدرم منو مجبور کردن که برم ترافیک بکنم و برم دکتر و یه مدت هم رفتم. در حقیقت پدر منم مثل شما فکر میکنه که در حقیقت یه مشکل، حالا مسئله فکر کردنی. نه صبر کنید. اصلا مسئله فکر، این بحث علمیه، بحث من فکر میکنه نیست. شما من بگید یه مردی با یه مرد دیگه، یه پسری با یه پسری میخواد رابطه جنسی باشه، اگر هم جنس گرا نیستن اختلال روانی بیماریه. پدر شما مثل پدر من فکر میکنه نیست عزیز. شما به من میگید اشکالی نداره، من شما بگید که من یه آدمی مشروب میخوره یا مواد مخدر مصرف میکنه، از نظر من اشکال نداره، منم حرفی ندارم، عقیده و نظرتون رو میفهمم. ولی وقتی شما وارد حریم دنیای علم یا روانشناسی میشید، خوردن مشروب رو و یا استفاده از مواد مخدر رو سالم و عادی نمیدونم. شما میتونید عقیده رو داشته باشید، منم باهاتون بحث و حرفی ندارم عزیز. برای شما اول اینو متوجه، من علم سایکولوژی خب ندارم راستش رو بخواید، اما در حقیقت این چیزی که الان به وجود اومده اینه که خب قاعدتا خب من دوست ندارم خب علاقه ای که خب دارم به کسی و خب پایمالش بکنم، از بین ببرمش. و من نمیخوام شما علاقتون رو از بین ببینید عزیز. مثل که من بگم من هروئین مصرف کنم، شما بگید من دوست ندارم اینو از بین ببرم. خیلی خب، دوست ندارید، ولی شما باید بدونید که چی رو دوست ندارید. اونجاست که من گفتم با شما اختلاف نظر دارم. اونجاست که عزیز حرف این است که یه کسی به شما بگه منم مصرف هروئین رو دوست دارم، چیکارش کنیم؟ یا من دوست دارم این آدم رو آزار بدم، شکنجه بدم یا بکشم؟ چون من دوست دارم، دوست داشتن من که ملاک نیست عزیز. خب مصرف هروئین یا آزار دادن خب یه چیزیه که چیز درستی نیستش. خب دارین یا بدنتون آزار میدین با مصرف هروئین، یا دارین یه نفر دیگر آزار میدین. تعریفشون من کسی آزار نمیدم. نه چطور، چرا دارید آزار میدید؟ ببینید عزیز، مسئله آزار خودتون هم مطرحه. برای که کار اصلا یه کسی برگرده بگه که من میخوام مشروب بخورم یا من میخوام مثلا بخوابم بیش از حد، بعد بگه من کسی رو آزار نمیدم. ما یه ملاکمون این نیست که کسی رو آزار میدیم یا نمیدیم. ببینید عزیز، شما اول با من یه توافقی بکنید بعد حل میکنیم. شما یکی حرفتون این است که
من یه نظری دارم، میگم خودتون عزیزید، نظر خودتون محترمید، نظرتونم عزیزه، من اصلا هیچ کاری با تون ندارم، من یا عقیدتون محترمه، خودتونم عزیزی، من بحثی با تونم. به من میگید که از نظر آنچه که دنیای علم اون رو میشناسه چه هست، میگم این نظری. بنابراین اون چیزی که من خدمتتون میگم فکر من و فکر پدر شما نیست، یه چیزی است که پذیرفته شده است. شما به من بگید من گی هستم، من اصلا بحثی ندارم، برای که اون آدم مثل یه زنی میمونه که بخواد به مرد تمایل داشته باشه، مرد به زن. حالا بحث این که آیا رابطه درستی غلطی شما با شوهر یک کسی، زن یک کسی کار دارید، اون یه قصه دیگری است. ولی روزی که شما من میگید من یه همچین گرایش جنسی نسبت به یک کسی دارم، من میخوام بدونید انحرافه. پدر شما هم از این موضوع اینگونه که من فهمیدم ناراحته، باش مخالفه. بسیار خوب، شما نظر خودتون دارید، شما نظر خودتون، ولی ایشون رو که نمیتونید به کاری که دنیای علم میگه غلطه و بعدی راضی کنید. ایشون هم میتونن نظر شما داشته باشن، همونطور که خیلی ها میتونن با نظر شما موافق باشن. حالا مسئله چه هست؟ یعنی دلتون میخواد موضوع رو در گفتگو با هم چگونه حل کنیم یا مطرح کنیم؟ خب من میخوام به کاری که انجام میدم، خب میخوام ادامه بدم. این که تیکه سایکولوژیش به نظرم okay. میشه چیز شخصیه، اگه okay. شما با من قبول باشین. نه اصلا قبول ندارم. شما عزیزم ببینید، من دلم میخواد یه کاری بکنم به خودم، اصلا یک شما بگید که کسی میخواد خودشو بکشه، به چی مربوطه؟ بحث ارتباط نیست، بحث ربط و ارتباط نیست. من قبول ندارم که یک کسی خودشو بکشه در حالی که فقط خودشو میکشه. هر کسی میتونه تحت یه فشاری باشه خب. که در واقع همچین کاری دست بذاره. آخه ما همچین در واقع بک‌گراندش یه بک‌گراند دیگه ای باشه. نه آخه شما با علت چه کار دارید؟ به هر دلیلی که هست. نه ما الان ببین عزیز، تو میخوای سفسطه و مغلطه بکنی یه قصه دیگری است قربونه، ولی تو من بگو میخوای با من چه بحث بکنی. تو میتونی با من دو تا بحث داشته باشی، یکی این که من این موضوع رو دارم یا این مسئله و مشکل دارم، هر جور میخوای، ای نظر منه بخوای یا سوال داشته باشی با کمال میل جواب میدم. یکی این که من این کارو خوب میدونم یا درست میدونم یا عیبی توش نمیبینم، بابام عیب توش میبینه، منم به تو دارم میگم بابای تو عیب میبینه، دنیای علمم عیب میدونه، تو میگه قبول ندارم یا به من چه، اونم میپذیرم ازت. من حالا دیگه دنیای علم رو دانش اونقدر زیادی ندارم از نسبت به شما، ولی خب از لحاظ علمی شما چرا فکر میکنین که این کار من الان اشتباه؟ برای که اصلا با طبیعت هم خوانی نداره، برای که این قالب اوقات ناشی از یه آسیبه، یکی از اونا در حقیقت همانندسازی با ایدنتیفیکیشن شماست بین 4 تا 7 سالگی با مادرتون که به اینجا رسیده. بنابراین ببینید، مثل اینکه کسی برگرده به شما بگه من اصلا ورزش دوست ندارم، مثلا موسیقی دوست ندارم، شما میتونید بگید خیلی خوب نداره دیگه، چه دلیل داره که باید از ورزش یا موسیقی خوشش بیاد؟ حرف این است که این عادی و طبیعی نیست عزیز، و معمولا علتی که من از ورزش بدم میاد یا از موسیقی بدم میاد آسیب خوردم، نه اینکه این به صورت عادی منه. بنابراین شما یه چیزی که غیر عادی یا غیر طبیعی رو باید بپذیرید، عادی غیر عادیه یا غیر طبیعیه. حالا میگید هنوز میخوام این کار انجام بدم، من باز بحثی ندارم. شما میخواید به من، اگر چرا دو سه دفعه بهتون گفتم، شما میخواید چه موضوعی رو حل کنی؟ یعنی میخواید به پدرتون چی بگی؟ پدرتون پاسخش اینه که یک، دنیای علم این رو بیماری میدونه و انحراف، من هم این کار رو دوست ندارم. شما حرفتون این است که من به دنیای علم کاری ندارم، برای خودش، منم این کار رو دوست دارم. بسیار خوب، ما اینجا ایستادیم، ولی به توافقی که نمیتونیم برسیم عزیز. توافق وقتی است که من و تو یه ملاکی رو قبول کنیم. یعنی اگر شما من میگفتید که اگر یه چیزی رو دنیای علم گفت من میپذیرم، خب من جواب داده بودم، ولی اگر شما حرفتون این است که گفت که گفت، به من چه مربوطه؟ و کاملا میفهمم تو، یعنی منظور شما اینه که اگر در حقیقت من به این کار ادامه بدم، هیچ راهی نیستش که من بتونم پدرم راضی کنم و نگرشش رو عوض کنم؟ چرا، همیشه میتونید پدرتون راضی کنید،
شما همیشه میتونید پدرتون رو راضی کنید، ولی پدرتون هم به یه عقیده ای میاد که از نظر یه آدمی مثل من از دیدگاه علمی به عقیده غلط اومد. بس که شما به من بفرمایید من دارم مشروب میخورم، مواد مخدر مصرف کنم، پدرم مخالفه، آیا من میتونم حتی بابام راضی کنم ایشون هم مشروب بخوره و مواد مخدر مصرف کنه؟ میگه شاید، ولی تغییر در ماجرا نمیکنه. ولی اگر شما فکر میکنید که میتونید، ببینید شما حرفتون در حقیقت میدونید مثل چی میمونه عزیز؟ مثل اینکه شما بیاد بگید من گی هستم، بعد بگید پدر یا مادر من نمیپذیرم، میگم من پد خیلی ها کنار شما هستن که به در مادرتون نشون بدن این موضوع یه واقعیته و باید بپذیرنش، در حالی که عملا ای بسا کاری که شما به دنبالش هستید یه جزئی از گی بودنه. ولی آنچه که شما دارید بیان میگید این تقسیم بندی رو کردن که شما اگر گی هستید، لزبیان هستید، حالا همجنسگرا هستید، این چیزیست که هستید، مثل کسی که زن مرد رو میخواد، کسی که مرد زن رو میخواد. ولی روزی که شما گفتید نه من مردم و گی نیستم و ای بس و حتی تمایلی هم به زن دارم یا میخوام مثلا ازدواجم بکنم، میگن این کاری که میکنید انحرافه. شما میتونید قبول کنید یا نکنید، بله آدم ها صبح تا غروب درگیر کارهای مختلف و متفاوت و یا انحراف هستن. اینی که شما من بگید من میخوام پدرم رو راضی کنم، شاید من میتونید هم شاید پدر رو راضی کنی، ولی اگر پدر نظر من رو بخوان میگم حق با پدره که این کار رو درست ندونن. شما هم در حال خود رو داری که درسته درسته. و در حقیقت اینه که الان پدر من یک سال این موضوع رو میدونه و تا حدودی تونسته باش کنار بیاد، ولی خب اون فرد رو هیچ وقت ندیده بود و از وقتی که فهمید که در حقیقت این فرد از یک ریس دیگه است، رنگ پوستش متفاوته، یه ریاکشن اصلا کاملا متفاوتی نشون داد. در حقیقت من بیشتر، خب ما داریم تو امریکا زندگی میکنیم، یه کشوریه که فریدام داره، همه ریس ها در یک حد باید شناخته بشه و کسی خب قاعدتا ریسیست چیز جالبی نیستش و... نه چیز درستی، نه 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 ببینید بذارید من باز دو تا نکته رو با هم حل کنیم عزیز. اینکه شما میگید قرار نیست هیچ انسانی هیچ انسان دیگر رو بد یا حتی به گونه‌ای بدونه که درستی حق با شما، سیاه و سفید باشه، امریکایی و ژاپنی باشه، هر چی باشه، حق کاملا با شماست. ولی ممکنه یه آدمی برگرده بگه من نمیخوام با امریکایی یا با سفید پوست ازدواج کنم یا با سیاه پوست، من دوست ندارم، یا حتی یه پدر و مادری بگه من دوست ندارم عروسم یا دامادم این باشه. به من میگید نباید اینجوری فکر کنن، میگم حق با شماست، ولی همونطور که شما آزادید و درستم میگید این برابری رو، اونم آزاده که بگه من اینو دوست ندارم. درست مثل که شما برید سراغ یه دختری، اون دختر بگه من نمیخوام، من تو رو دوست ندارم. این مسئلهش این نیست که شما چون سفیدید یا سیاهید شما رو دوست نداره، دلیلش هم میتونه خیلی چیزا باشه، حتی میتونه باشه چون چاقید، چون لاغرید، چون کوتاهید، چون بلندید، چون جوونید، چون پیرید. ولی اینا مسئله تبعیض نیست عزیز، ماجرای تبعیض و نجات پرستی بیش از ایناست. خب اون مایندستی که در حقیقت همه پدر مادرهای ایرانی که دارن اینه که خب آدمایی که سیاه‌پوست هستن و خب یه ذره خیلی کمتر یه جورایی چیز میکنن. و خب حق دارید، یعنی شما بند میفرمایید که ما ایرانیان یه مقدار تفاوت‌ها و تبعیض‌های حتی نژادی رو مثلا در جهت سیاه‌پوستا و بقیه داریم، میگم حق با شماست، درسته داریم. به من میگید درسته، به من میگید درسته، میگم نه غلطه، به من میگید اخلاقیه، میگم ضد اخلاق و انسانیت، قبول. ولی شما الان بحثتون رو میخواید نپیچونید عزیز، شما حرفتون این است که این اگر، آیا شما میخواید این به من اینو بگید اگر این پسر یا مرد شما باشه هستید سفید پوست بود پدرتون راحت بود؟ نه، پدرتون حالا چیز مضاعف داره. ببین مثلا اینکه شما میگید من از این دختر خوشم میاد، پدر فکر کنه این 40 سال 30 سال از شما بزرگتره، بگید من مخالفم، بعد بگید سه تا بچه داره، بگید حالا دیگه بیشتر مخالفم. ولی شما نمیتونید یا برگه بگید حالا به بچه تو چی کار داری. حالا ایدلتون میخواد این، اگر شما حرفتون این است که من میتونم کمکتون کنم یا حرفی بزنم که شما پدر رو راضی کنید، حرفی برای گفتن ندارم عزیز، اونو گفتم. ولی اینکه شما خودتون میخواید چه کنید و یا پدر چه نگاه و نظری دارن همچنان باقی میمونه. حالا ای فکر کنین حرفامونو زدیم که خدافظی کنم، ای فکر کنین هر روز مایلی در این زمینه گفتگویی بکنین، به نظر شما من چجوری میتونم خودم درمان کنم؟ مثلا باید
سعی کنم که بیشتر به دخترها نزدیک بشم. نه 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 عزیزم، نه نه به اون نگاه نکنید. بسیار درمان، حرف شما یه چیز دیگه است. حرف شما این است که اولا برید کمک بگیرید از یه روانشناس خوب که از کجا میاد عزیز، چون ای بسا اون ریشه رو باید کند. و دومی که مثل اینکه من برگردم بگم من علاقه دارم به مشروب. ببین عزیز، الان ژن مشروب شناخته شده است، یعنی یه آدمایی هستن که همینقدر که عرق بخورن 10 برابر آدمای دیگه به این سمت کشیده میشن. پس من اینو از درون دارم، مثلا ژنتیکم هست برای من، باهاش متولد شدم. ولی خب چون میدونم بده، خب من باید در حقیقت کوشش مضاعف بکنم، چند برابر بکنم که بتونم خودمو دور کنم. بنابراین بحث من به شما این نیست که این گونه نگاش کنید برم معالجه کنم خودم. شما برید علتاشو پیدا کنید، با کسی کار کنید، به تدریج بتونن کمکتون کنن که اگر یه چنین گرایشی هست از بین بره. برای دو تا احتمال هست، یکی گرایش شما فقط به این آدمه، یکی اینکه گرایش شما به کسای دیگه هم هست. اما یه احتمال هم داره، ای بسا شما گی باشید، هنوز اون رو خودتون تشخیص ندادید. اینی که میگم با یه روانشناس آقا صحبت کنید ببینید به کجا میرسید عزیز. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خوشحال شدم.